حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلی العظیم. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده، با آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی برای شما عزیزان، در این جلسه در ادامه مباحث حقوق خانواده شروع می‌کنیم به حقوق فرزندان بر والدین. و در ابتدا مقدمه لازم هست که نکاتی در این مقدمه مطرح شود. در بحث حقوق زن و شوهر در جلسات گذشته به صورت گذرا مطالب عرض شد. بحث‌های بیشتر را ما در سلسله مباحثی در موضوع احکام خانواده راجع به حقوق زن و شوهر نیز مطالبی بیان کرده بودیم که به همین جهت به تفصیل حقوق زن و شوهر نپرداختیم و به مهمترین حقوق اشاره کردیم. اما در آینده انشاءالله بیشتر سعی میکنیم که حقوق فرزندان بر والدین و حقوق والدین بر فرزندان در این سلسله مباحث بیشتر مطرح شود، تا اینکه انشاءالله بتوانیم بعد از آشنایی و آگاهی از این حقوق نسبت به ادای اونها و انجام اونها سعی بیشتر و تلاش فراوانتری داشته باشیم. در این مقدمه لازم است یادآوری شود که زن و شوهر بعد از تعهدی که برای زندگی مشترک با همدیگر می‌گذارند، ثمره و نتیجه این زندگی مشترکشون داشتن فرزند و یا فرزندان است که اگر این فرزند در این خانواده پا به عرصه وجود می‌گذارد، زندگی را از یک تراوت و شادابی بیشتری برخوردار می‌سازد. و داشتن فرزند صالح، فرزند شایسته، از آرزوهای هر پدر و مادر است و برای چنین فرزندی آثار و برکات فراوان نیز بیان شده است و در تجربه نیز این مسئله به خوبی روشن شده است که پدر و مادری که از فرزندان شایسته، فرزندان نیک، فرزندان خوشنام و خوشرفتار و خوش اخلاق برخوردار بوده اند، زندگیشون از یک لذت و صفا و صمیمیت بیشتری برخوردار بوده و این فرزندان دست پدر و مادرشون رو گرفتن و باعث سربلندی و افتخار اونها شده و در زندگی نیز کمک‌کاری زندگی اونها بودن. اما برای داشتن فرزندان صالح و شایسته، خود پدر و مادر نیز مسئولیتی دارن که اگر به این مسئولیتشون و رسالتشون به خوبی عمل نکنن، طبیعتاً فرزند صالح اون گونه که آرزو میکنن و اون گونه که توقع دارن هم نصیبشون نخواهد شد. به همین جهت آشنایی با حقوق اولاد و انجام وظایف نسبت به فرزندان از مهمترین کارهای پدر و مادر است که باید در این جهت حقیقتاً کمر همت رو ببندیم و در این جهت تا می توانیم تلاشی وافری انجام بدیم. قبل از آن که به حقوق اولاد بر پدر و مادر بپردازیم،
لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که نقش فرزند در زندگی چقدر هست و اساساً پدر و مادر برای داشتن فرزند چقدر تلاش میکنن و چقدر دلخوشیشون، سرور و شادمانیشون به داشتن فرزندان است. ما وقتی به متون دینی خود مراجعه میکنیم میبینیم بسیاری از پیامبران الهی از خداوند متعال آرزو کردند که خداوند متعال برای اونها فرزندانی، ذریه‌ای و اولادی عنایت کند، که در این زمینه آیات متعددی در قرآن کریم مطرح هست. از جمله وقت خداوند متعال از حضرت زکریا نقل میکند، یکی از دعاهای حضرت زکریا همین است که میفرماید هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، پروردگارا برای من ذریه پاکیزه و فرزندان و نسل شایسته عطا کن. و این دعا را از خداوند متعال مسئلت می کند. و در یک جای دیگر باز هم حضرت زکریا از نداشتن فرزند نگرانی خودش را ابراز می کند و با خدای خودش در میان می گذارد و می فرماید و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، که در این آیه شریفه نیز حضرت زکریا از خداوند متعال درخواست می کند که من از بستگانم ویمناکم و همسرم نیز نازا هست، فرزندی به دنیا نمی آورد، اما در این حال ناامید نیست، از خداوند متعال طلب می کند که از جانب خود یک ولی و جانشینی به من ببخش که از من ارث ببرد و از خاندان یعقوب نیز ارث ببرد و او را موجود پسندیده و مرضی قرار بده. خب این دعاهایی است که از حضرت زکریا در قرآن کریم مطرح شده است. در مورد انبیاء دیگر نیز این مطلب را ما داریم. حضرت ابراهیم خلیل چقدر در زندگی خودش منتظر فرزندانی بود و خداوند متعال نیز در سن کهنسالی به او حضرت اسماعیل و اسحاق را عنایت میکند و اون هم با عنایت الهی است، در حالی که همسر او هم همسری است که فرزند به دنیا نمی آورد. خب وقتی هم حضرت ابراهیم، حضرت زکریا طلب فرزند از خدا میکنن، در کنارش فرزند صالح بودن، ذریه طیبه بودن و فرزندانی نیک و پاکیزه رو نیز از خداوند متعال مسئلت میکنن، که در مورد حضرت ابراهیم نیز وقتی ما این مطلب رو در قرآن کریم مطالعه میکنیم، خداوند متعال وقتی مقام امامت را بعد از مقام رسالت به حضرت ابراهیم عنایت میکند، یکی از نگرانی و دغدغه های حضرت ابراهیم این است که همین مقام را به فرزندان او نیز عطا کند، که در اونجا وقتی سوال میکند که قال و من ذریتی، خب این بحث نگرانی نسبت به ذریه و اولاد یک بحث مهم است که حضرت ابراهیم نیز همین مطلب رو مطرح میکند. در مورد حضرت نوح باز هم همین مطلب رو داریم، با اینکه فرزندش فرزند درستی نبود، فرزند صالح نبود، اما موقعی که فرزندش در معرض خطر و غرق شدن قرار میگیرد، اونجا باز هم برای نجات او نگرانی خودش را در پیشگاه خداوند متعال مطرح میکند. و در مجموع وقت انسان نگاه میکند میبینیم داشتن فرزند و در این حال نگرانی نسبت به سرنوشت اونها و اینکه فرزندان صالح و پاکیزه باشند، در میان انبیاء الهی به صورت یک امر جدی مطرح است.
و قرآن کریم در مورد عموم بندگان خوب خودش نیز این مطلب رو بیان میکند که در سوره مبارکه فرقان وقت ویژگی و خصوصیت بندگان خدا را بیان میکند و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما در کنار ویژگی های برجسته دیگری که برای عباد الرحمن و بندگان خوب خدا بیان میکند، یکی از اون ویژگی ها همین چیزی است که مورد بحث این جلسه ما هست که از دعاها و خواسته های مهم بندگان خوب خدا این است که مرتب میگویند و یقولون الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين، پروردگارا برای ما و همسران ما فرزندانی که مایه نور چشم ما باشد، مایه خوشحالی ما باشد به ما عطا کن. و وقتی این دعا را مطرح میکند و جعلنا للمتقین اماما، خب از ویژگی دیگر این بندگان خوب خداوند هم این است که از خداوند متعال باز هم همین عاقبت به خیری را و همین نگرانی نسبت به آینده را مطرح میکند بندگان خوب الهی که ما را پیشوا و امام انسانهای متقی و پرهیزگار قرار بده. خب وقتی این خواسته ها را ما در مورد داشتن فرزند و اون هم فرزندان صالح و شایسته میبینیم، در روایات هم این مسئله بسیار به صورت برجسته و گسترده مطرح شده است که مسلمانان تشویق شدند به این که فرزندان زیادی داشته باشند و فرزندان صالحی داشته باشند. از جمله روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که من به صورت گذرا ترجمه اونها را خدمت شما تقدیم میکنم که از جمله حضرت میفرماید به امت خودش و پیروان خودش میفرماید اکثر الولد و کاثر بکم الامم غدا، فرزندان زیاد به دنیا بیاورید که فردا من بر امتهای دیگر به خاطر این فرزندان زیاد شما افتخار میکنم و در حقیقت مباهات میکنم. در روایت دیگر حضرت میفرماید تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم، ازدواج کنید که من به امتهای دیگر به سبب همین زیادی شما میخواهم مباهات کنم، حتی بچه‌ای که نارس به دنیا می آید و سقط می شود، حضرت می فرماید خود همینم باعث برکات فراوانی هست، به گونه ای که این فرزند سقط شده هم در آخرت بر درب بهشت می ایستد وقتی به او گفته می شود که وارد بهشت شو، جواب می دهد که نه، من به بهشت نمی روم مگر آنکه پدر و مادرم پیش از من وارد بهشت شوند. خب این نکته مهم است که اینقدر فرزند باعث نجات پدر و مادر خودش میتواند باشد، حتی فرزندانی که نارس به دنیا آمدند، سقط شده به دنیا آمدند. در روایت دیگر حضرت میفرماید از نعمتهای خداوند بر انسان این است که فرزندی داشته باشد که این فرزند شبیه پدرش باشد و این از نعمتهای بزرگ الهی است. امام سجاد علیه السلام در روایت می‌فرماید از سعادت و خوشبختی یک مرد این است که فرزندی داشته باشد که او را در کارها یاری برساند. یا در روایت دیگر وارد شده است که اگر کسی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد، پس از خودش به گونه نامش گم می‌شود و دیگر اثر از او باقی نمی‌ماند، به گونه که گویا در این دنیا نبوده است. اما کسی که از دنیا برود در حالی که فرزندی بعد از خودش باقی میگذارد، مثل کسی است که از دنیا نرفته است. خب این بیانگر نکات مهم است که از جمله برای انسان یادآوری میکند که داشتن فرزند خوب یک میراث ماندگار است که خداوند متعال به بنده خوب خودش و بندگان خودش به صورت عموم عنایت میکند. نکته دوم، فرزند صالح و شایسته خوشبختی انسان را به همراه می آورد و از جمله
عواملی است که می تواند سبب نجات انسان هم در دنیا و هم در آخرت باشد. و انسان با داشتن فرزند صالح همیشه زنده است، نامش و اون برجستگی‌هایش در ضمن فرزندش گرفته می شود. با آن که خودش از دنیا برود، باز هم اثر کارهای نیک فرزند صالح به اون می رسد و گاهی هم به واسطه همین فرزندان نام اون شخص نیز برده می شود. و نکته چهارم هم این است که فرزند خوب چه دختر باشد چه پسر باشد، علاوه بر آن که یاور انسان هست در دنیا، می تواند با کارهای خیر خودش در عالم آخرت نیز برای انسان مفید و مؤثر باشد، به گونه ای که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت می فرماید: پسران نعمتهای خداوند و دختران حسنات خداوند به حساب می آیند و خداوند متعال از نعمتهای خود ممکن است سؤال بکند که چگونه استفاده کردید، اما بر حسنات که دختران باشد فقط ثواب و پاداش می دهد. خب انشاءالله نکات دیگر هم در مورد این که فرزند میوه زندگی هست و در این حال ممکن است تهدیدی برای زندگی انسان و برای ایمان و آخرت انسان نیز باشد، در جلسه دیگر نکات خدمت شما تقدیم خواهم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.